سلام، امروز میشل باردیه مهمان برنامه گفتگوی جهانی است. او اهل استان سوای فرانسه، وزیر پیشین کشور و کمیسر پیشین اتحادیه اروپا است. اما مهمتر از همه او مذاکره کننده ارشد این اتحادیه در امور برکسیت بوده است. مردی که به یاری تیم خود توافق تاریخی برکسیت را به هر ترتیب ممکن به نتیجه رساند، یعنی توافق جدایی بریتانیا را از اتحادیه اروپا. آقای بارنیه سلام بر شما. سلام. شما خاطرات خود را درباره 1600 روز کاریتان در این مقام به شکل کتابی نوشته اید، یعنی روزهای چانه‌زنی و افتخیز که می باید در آنها با همتایان بریتانیایی خود می جنگیدید تا به توافقی برسید. حالا که 6 ماه از پایان این مذاکرات گذشته، پیش از هر چیز اگر بخواهید دلسردی‌ها و دلگرمی‌ها و ناکامی‌ها و امیدواری‌های این سال‌ها را در چند کلمه توصیف کنید، چه می‌گویید؟ به قول شما، اگر بخواهم 6 ماه بعد از پایان این مذاکرات آن را در چند کلمه توصیف کنم، باید بگویم احترام و پشتکار. و بعد از اینها مراقبت، چون این توافق وقتی ارزشمند است که اجرا و رعایت شود. نگرانی هایی درباره حقوق شیلات در دومین توافق انجام شده داریم و به ویژه درباره ایرلند که بریتانیایی ها سعی دارند درباره آنها صحبت میکنیم، سعی دارند از آن فاصله بگیرند. تصویری که از همتایان بریتانیایی خود ترسیم می‌کنید گاهی چندان جذاب نیست و احساس می‌شود که از دروغ‌ها یا بی‌انصافی‌ها و تلاششان برای دور زدن مسائل اساسی رنجیده اید. از همه کسانی که در این مذاکرات دیده اید و با آنان گفتگو کرده اید، بدترین خاطره را از کدام یک دارید؟ ترجیح می‌دهم به جای اینها بگویم که احترام بسیاری برای اولی رابینز، مشاور خانم می در امور اتحادیه اروپا، و همچنین برای خود ترزا می قائل هستم که شجاع و پیگیر بود، و ترجیح می‌دهم در توصیف دیگران به همین‌ها بسنده کنم. باقی در کتابم هست. با خواندن این کتاب که عنوانش توهم بزرگ روزنوشت سری برکسیت است، احساس می‌کنیم که گویی چیزی تمام نشده و باید منتظر بود و زمان اجرا شدن برکسیت را دید. در چند هفته گذشته شاهد درگیری اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر مسئله ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بودیم که با توجه به پروتکل صادرات گوشت اصطلاحاً جنگ سوسیس نام گرفته، و از سوی دیگر مسئله ماهیگیران فرانسوی در آبهای مشترک حرف از جنگ خرچنگ را پیش کشیده. آیا اینها آغاز ماجراست؟ اینها آغاز روابط تازه با کشوری است که بنا به خواست خودش از اتحادیه اروپا خارج شده. آنها اتحادیه اروپا و بازار واحد را ترک کردند و این پیامدهای زیادی دارد که از سوی بریتانیا به درستی ارزیابی نشده یا دست کم به درستی توضیح داده نشده. مطمئنم که مسئولان این کشور بزرگ به امضای خود احترام می‌گذارند، هرچند گرایش هایی هست که من متوجهشان نمی‌شوم. چون اگر درست ببینیم، مهمترین نکته برای بریتانیا حفظ رابطه با همسایه بزرگی چون اروپا است، با بازاری برای 450 میلیون مصرف کننده. پس عدم رعایت تعهد برای اعتماد سازی مطلوب خطرناک است. به ماهیگیران اشاره کردید. با خواندن کتابتان احساس می‌کنم که ماهیگیران اروپا بهای سنگینی بر سر برکسیت پرداختند. آیا درست است؟ اگر پای حرف ماهیگیران اسکاتلند و جنوب غرب انگلستان بنشینید، به شما میگویند که برکسیت برای آنها توافق بسیار بدی بوده، اما من فکر میکنم توافق برابری بوده. اگر آنها میتوانستن همه چیز را پس بگیرند، ممکن بود برای ما توافق خوبی نباشد. اگر توافق تجاری نداشتیم، اگر در این توافق شکست خورده بودیم، بریتانیایی ها میتوانستن همه آبهایشان را پس بگیرند و ما را از آنها محروم کنند. ما هم از این کار دوری کردیم. پس اینطور بگویم که توافق خوبی است، اما ایدئال نیست و باید مراقب اجرایش باشیم. Alors l'autre grand point de discussion et de négociation, c'était cette fameuse frontière. دیگر نکته مهم مورد بحث همان مرز معروف میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی بود. آیا توافقی که شما به نتیجه رساندید در دراز مدت قابل اطمینان هست؟ با توجه به اینکه خشونت نزدیک است، میدانیم که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته ایرلند شمالی شاهد اتفاقات ناگواری بود و از جمله یک روزنامه‌نگار هم در انفجار جان باخت. آیا اینها برای تحکیم توافق میان دو ایرلند کافی است؟ accord avec entre les deux Irlandes.
نخست یادآوری میکنم که مرزی که از آن صحبت میکنیم در واقع میان ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا و جمهوری ایرلند به منزله بخشی از اتحادیه اروپا است. مشکل کار همینجاست. در این جزیره دو کشور وجود دارد که رابطه تاریخی پیچیده‌ای دارند. و به ویژه اخیراً نیز در ایرلند شمالی اتفاقات ناگواری افتاده. یعنی درگیری هایی که به مرگ 4000 نفر و صلحی شکننده انجامیده است. پروتکلی که ما امضا کردیم مرحله به مرحله و بند به بند به اطلاع بوریس جانسون رسید. یعنی نه ترزا می بلکه خود بوریس جانسون این توافق را امضا کرد. او خود از اعضای حزبش خواست این پروتکل را تصویب کنند تا بعد به تصویب مجلس بریتانیا برسد. این تنها توافق ممکن است و پیچیده و حساس است. اما باید اجرا شود. این توافق شامل چیزی است به نام حفظ اقتصاد کل جزیره. یعنی حفظ همکاری میان دو اجتماع ساکن جزیره ایرلند بدون مرزکشی این جزیره. چون چنین کاری ناممکن بود. برای نمونه میگویم اگر یک گاو با قایق از انگلستان وارد ایرلند شمالی بشود که خاک بریتانیا به شمار میرود، همزمان وارد خاک فرانسه، آلمان یا فنلاند شده. یعنی بازار واحد اروپا. پس ما میباید محصولات غذایی را از منظر کیفیت و ایمنی تغذیه کنترل کنیم و این کار دینی است که ما نسبت به هر مصرف کننده ایرلندی و هر شهروند اروپایی داریم. پس طبق توافقی که خود بوریس جانسون امضا کرده و ما هم فقط همان را بدون کم و زیاد مطالبه می کنیم، محموله های اینچنینی وقت ورود به بندر و فرودگاه ایرلند شمالی باید از سوی ماموران مرزی بریتانیا با همکاری اروپایی ها کنترل شود. تا قوانین اروپا و مقررات گمرکی و بهداشتی اتحادیه در مورد همه آنها اجرا شود. شما در کتابتان فارغ از مسئله ایرلند به تمامی خطراتی که متوجه این توافق تاریخی است اشاره کرده اید. یعنی توافق تجاری تازه با بریتانیا و پیامدهای آن از جمله به بازار شکنی های احتمالی اجتماعی، مالیاتی و اقتصادی که در بر دارد. بله، چنان که گفتم باید مراقب بود. می دانستیم که بریتانیایی ها با ترک بازار واحد اروپا و اتحادیه می خواهند اقتصاد نظارتیشان را احیا کنند. نمی دانیم که آیا اقتصادشان را با کنترل دولتی به درستی مدیریت می کنند یا آن را به عنوان ابزاری برای شکستن بازار ما به کار می گیرند. یعنی نوعی بازار شکنی اجتماعی، قانونی و زیست محیطی که آن را نخواهیم پذیرفت. چون بریتانیا بزرگترین همسایه اروپا است و ما نسبت به دیگر کشورها نظیر آمریکا، کانادا یا ژاپن بیشترین تجارت را با آن داریم. چون بازار مشترکی داشته ایم. یادآوری می کنم که 47% از صادرات بریتانیا راهی اروپا می شود و 8% از صادرات اروپا به بریتانیا می رود. پس این به سودشان است. بله، همچنین به سودشان است که درست رفتار کنند. ما هم باید درست رفتار کنیم و از بازار شکنی و رقابت غیر منصفانه پرهیز کنیم. یعنی اصطلاحاً باید در یک زمین بازی کنیم. برای همین حفاظهایی در توافق هست که برایشان جنگیده اید و باید در برابر تنش مقاومت کنند. امیدوارم که مجبور به استفاده از آنها نشویم. این بندها اجازه اقدام متقابل و جبران کننده را می‌دهند تا بتوانیم در برخی جاها تعرفه‌های تازه گمرکی وضع کنیم. یا اصطلاحاً دست به تعلیق دو جانبه بزنیم. یعنی در صورت لزوم برخی بخش‌های توافق را و در بدترین حالت کل آن را به حاله تعلیق درآوریم. فکر می‌کنم همه باید توجه کنند، چون این نکته واقعاً یکی از نگرانی‌های من در 4 سال گذشته بوده. می‌خواهم که ما این توافق جدایی را از چشم‌انداز درست ببینیم. و این چشم‌انداز آن است که با توجه به استقلال همه‌جانبه بریتانیا، قطعاً در جاهایی با چالش‌های روبرو خواهیم شد و می‌توانم آنها را نام ببرم. اگر بیماری همگیر دیگری در کار باشد، حال چه انسانی و چه حیوانی، باید مثل قبل همکاری کنیم. چون متاسفانه همگیری ها در کار است. همچنین نزول بازارهای مالی هست که بر ما تأثیر می‌گذارد، همانطور که بحران 2008-2009 به شدت بر همه تأثیر گذاشت. حملات دیگری هم در کار خواهد بود. جریان‌های مهاجرتی که باید کنترلشان کنیم، به ویژه آنها که حاصل فقر در آفریقا هستند. تغییرات آب و هوایی هم در کار خواهد بود. پس روشن است که باید همکاری کنیم و من واقعاً امیدوارم و با همین امید هم توافق را از سوی اتحادیه اروپا امضا کردم که باید این جدایی را از چشم انداز همکاری نگاه کنیم. با خواندن کتابتان به خودم گفتم میشد اسم این کتاب را گذاشت راهنمای عملی خروج از اتحادیه اروپا.
کاری که گرچه بسیار پیچیده و بسیار دشوار بود، اما سرانجام پس از 1600 روز بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد. فکر میکنید این جدایی برای 27 عضو باقی مانده در کشتی اتحادیه اروپا درسی شده باشد؟ یا بیمان دارید که دیگرانی هم بخواهند از این اتحادیه خارج شوند؟ از مذاکراتی موفق سخن گفتیم، اما شخصا مطمئن نیستم که وقتی از یک جدایی حرف میزنیم بتوانیم بگوییم موفق بوده، چون جدایی همواره منفی است. بر ترتیب ما می‌خواستیم پیامدهای منفی را به حداقل برسانیم و موفق شدیم، چون به این توافق نیاز داشتیم. بریتانیایی‌ها هم نیاز داشتند. پس ما برگزیت را اجرایی کردیم، هرچند بابت برگزیت خوشحال نبودیم. اما با این کار به خواست اکثریت همان شهروندان بریتانیایی احترام گذاشتیم که در 23 ژوئن سال 2016 به آن رأی دادند. مذاکرات ما بسیار طولانی و بسیار شفاف بود که این را مدیون ژان کلود یونکر هستم. او بود که به من اجازه داد با شفافیت کامل کار کنم و همه چیز کار را منتقل کنم. اینها را در کتابم می‌بینید. ما همزمان با همه افراد درباره تمامی موضوعات گفتگو می‌کردیم و 4 سال تمام این کار را می‌کردیم. همین نکته کلید اعتماد و همبستگی 27 عضو اتحادیه اروپا است. چون دست کم هر کس می‌توانست نتیجه کار را ببیند، از جمله اتحادیه‌های کارگری، کارآفرینان و اعضای مجلس کشورهایی که شخصاً 2 یا 3 بار به آنها سفر کردم. همه می‌توانستند به شیوه آموزشی ببینند که خروج از اتحادیه اروپا عملاً شامل چه مراحل و کارهایی می‌شود. فکر می‌کنم همین‌ها نشان می‌دهد که چرا مثلاً خانم لوپن در فرانسه یا آقای ویلدرز در هلند یا آقای سالوینی در ایتالیا که سران احزاب راست افراطی این کشورها هستند، دیگر حرف خروج از اتحادیه اروپا را نمی‌زنند. اما در این حال محتاطم. فکر می‌کنم باید مراقب باشیم، چون همیشه همین ناسیونالیسم است که می‌خواهد اتحادیه اروپا را از هم جدا کند. خود آقای فراج به من گفت می‌خواسته اتحادیه اروپا را از هم بپاشاند. قرارم خوشنودی آقای فراج نیست، اما می‌بینم که احساس مشابهی در بسیاری از مناطق و کشورهای اروپایی ابراز می‌شود. نوعی حس جداماندگی و داشتن آینده‌ای نامعلوم، فکر بیکاری و کمبود خدمات عمومی و همچنین مهاجرت کنترل نشده. تمامی این افکار و احساسات به پوپولیسم مربوط نمی‌شود. احساسی همگانی است که در عمق جامعه وجود دارد. ما در فرانسه آن را در انتخابات اخیر دیدیم، مانند بسیاری از دیگر کشورها. باید به اینها پاسخ بدهیم. باید آنچه را لازم است در بروکسل تغییر بدهیم. باید به سوی بروکراسی کمتر و دوجانبگی بیشتر در روابط تجاریمان برویم و همچنین کمتر خام و ناپخته عمل کنیم. چنانکه در 2-3 سال اخیر هم ابراز شده، اراده ای لازم است تا با هم وام بگیریم و با هم سرمایه گذاری کنیم تا سیاست صنعتی اروپا را به سوی دیجیتالی شدن ببریم و هر منطقه و هر پایتخت اروپا پاسخهایی برای این منظور دارد. درباره آینده گفتید و اخیرا همایشی به عنوان آینده اروپا گشایش یافته که مجمع شهروندی عظیمی است. واقعا فکر میکنید شنیدن حرف شهروندان ممکن است به تغییرات مهمی بیانجامد؟ شنیدن حرف شهروندان و شیوه ابراز نظرشان در مورد مسئله بریتانیا و همچنین کشورهای خودمان همیشه مهم است. باید مراقب بود و فکر میکنم فرصت عظیمی است برای آنکه دموکراسی را بیشتر وارد مناظرات اروپایی کنیم. تا جایی که به کار بیاید. بله، تا جایی که به کار بیاید. برای نمونه ایده‌ای در این همایش مطرح شده که مایلم در فرانسه هم اجرا شود و شاید بهتر باشد که در کل اتحادیه اروپا اجرا شود. آن هم نوعی ارزشیابی از کل سیاست‌ها و قابلیت‌های اروپای واحد است تا ببینیم که آیا این سیاست‌ها هنوز همان ارزش را برای همه دارند؟ آیا در برخی مسائل هنوز ضروری و مفید هست که با هم بمانیم؟ و آیا هنوز می‌شود در برخی موارد به اعضا اعتماد کرد؟ پس بله، در این موارد ضروری است که توضیح بدهیم چرا هنوز لازم است هم باشیم. مثلا تجارت، کشاورزی و جهان دیجیتال و حتی بهداشت موضوعاتی هستند که باید در آنها با هم متحد باشیم. اینها به لحاظ آموزش و دموکراسی ارزشمندند. گذشته از اینها، آیا نباید تغییراتی در قوانین اساسی خود بدهیم؟ در سالهای اخیر تغییرات زیادی دادیم. در 15 سال گذشته در این زمینه تلاش بسیاری کرده ایم. مهمتر از همه آن است که به جای صحبت از جزئیات موتور ماشین، درباره مسیری که در آن هستیم صحبت کنیم. چه پروژه‌ای دارید؟ پروژه‌هایی هست. چالش‌های زیادی هست. مثلا در زمینه پیمان اقتصاد سبز یا تغییرات آب و هوایی که بسیار اساسی است و همه چیز زندگی و عادات ما را عوض خواهد کرد. از ترابری و ساخت و ساز و تبادل مالی تا اهداف بزرگ در زمینه دیجیتالی شدن صنایع که باید به آنها برسیم و نیز بازار واحد اروپا که باید بعد انسانیش را تقویت کنیم. باید نقشه دنیا را چنان که هست با چشم باز ببینیم. دنیای فعلی دنیای قدرت‌ها و قاره دولت‌هاست.
شاید هنوز امیدی برای ما باشد، اما این دنیا منتظر ما نیست. ایالات متحده همپیمان ما هست، اما همپیمانی به معنای وفاداری نیست. چین و هند و روسیه و برزیل هم هستند. ما در مذاکره با آنها کجای کاریم؟ اصلا سر میز مذاکره هستیم یا نه؟ مسئله این است. چون این مناطقی در دنیای امروز هست و حقیقت آن است که ما اروپایی ها باید با هم باشیم، وگرنه پیمانکار و زیردست آمریکا و چین می شویم. حالا به یک سوژه خبری معمولی اروپایی رجوع می کنم. قانونی در مجارستان از نو اجرایی شده که بسیاری آن را قانونی همجنسگرا هراسانه می دانند. این قانون در جلسه اخیر شورای اروپا سر و صدای زیادی به راه انداخت، تا جایی که نخست وزیر هلند اعلام کرد مجارستان با این قانون دیگر کاری ندارد که در اتحادیه اروپا باشد. و مجارستان در این زمینه تنها نیست، بلکه لهستان و اسلوونی هم هستند. رئیس دوره شورای اروپا یعنی آقای یانسا هم از انتقاد به دور نمانده. و حالا 10 سالی می شود که ارزش‌های اروپایی به شکل سازمان یافته مورد حمله قرار می گیرد و به چالش کشیده می شود. اما احساس می کنیم که مسئولان اروپا از این مسئله رو می گردانند. فکر نمی کنم که مسئولان اروپا از این مسائل روگردان باشند. خودتان به بحثی که در شورای اروپا در گرفت اشاره کردید. فرایندهای قانونی هست که کمیسیون اروپا آنها را اجرا کرده و می تواند بکند تا همه به معاهدات مشترک احترام بگذارند. همزمان از خودمان بپرسیم که اگر این کشورها جزو این اتحادیه نباشند که در آن بدنه قانونی، قواعد بازی و مجموعه قوانین مالکیت مشترک وجود دارد، آن وقت چه اتفاقاتی در آنها می افتد؟ من برای قانع کردن رهبران این کشورها خواستار اجرای فرایندهای قانونی و اعمال فشار شدم تا هر کس درست رفتار کند. و فکر می کنم بهتر است آنها را با حفظ گفتگو قانع کنیم تا آنکه از اتحادیه بیرونشان برانیم. در همین زمینه در کتاب خود نوشته دیگر برای آنکه بتوان نفس بنیانگذاران اتحادیه اروپا را دوباره در کالبد آن بدمیم دیر شده. اما خیلی دیر نشده. منظورتان از این عبارت چیست؟ منظورم آن است که اگر تقدیر باوری نباشد، تقدیری هم نیست. و من شهروند یا سیاست مدار به هر حال تقدیر باور نیستم. ما حق نداریم تقدیر باور باشیم. اما نگرانی هایی هست. اخطارها و شوک‌هایی می‌رسد که برکزیت یکی از آنها بود. پروژه اروپای واحد هم از خارج تهدید می‌شود و هم از داخل. اما اخبار خوب هم هست. نظیر واکنش مشترک ما به کووید 19، امکان وام گرفتن و سرمایه‌گذاری مشترک و همبستگی. با کمی نقص. بله، همه این کارها ساده نیست. یادآوری می‌کنم که اتحادیه اروپا فدراسیون یا دولت واحد نیست. مردم و ملت اروپایی نداریم. ما 27 ملت داریم با هویت‌های ملی خاص خودشان که در عین حال با هم کار می‌کنیم و در اهداف و سیاست‌هایمان سهیم می‌شویم. این آسان نیست. بهای اینکه اروپا متحد باشد ولی یک شکل نشود آن است که برخی پیچیدگی‌های ساختار اروپایی را بپذیریم. و اینها را باید برای مخاطبان توضیح داد. و البته این کار پیچیده است، چون همان کاری است که ما هر روز سعی داریم در یورو نیوز انجام بدهیم. و اما سوال آخر این که شما کتابتان را با یک نتیجه گیری بسیار فرانسوی تمام می‌کنید، یعنی با پیشنهاد یک پروژه سیاسی. پرسش من ساده و تکراری است. آیا مایلید در انتخابات درون حزبی شرکت کنید؟ یعنی حالا که 10 ماه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مانده، آیا مایل هستید نماینده جمهوری خواهان باشید؟ نتیجه گیری انتهای کتاب من فقط فرانسوی نیست، نتیجه گیری سیاستمداری است که میخواهد میهن دوست و اروپا خواه باشد. برای اطلاع مخاطبان میگویم نسخه های انگلیسی، اسپانیایی و یونانی و رومانیایی کتاب من به ترتیب در روزهای اول اکتبر و 15 سپتامبر منتشر شده است. و در پاسخ شما بگویم که بله، در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت خواهم کرد. من سیاستمدارم، نیرو و اندیشه و بلند پروازی و قابلیت مفید بودن را دارم. نمیتوانم بگویم کی و چطور، چون باید ببینم که در حزب سیاسی خودم در چه جایگاهی مفیدم. اما این یک پاسخ جدی است به سؤال بسیار جدی شما. گرچه برای من زمان جواب دادن به این پرسش نرسیده، اما دارم خودم را آماده میکنم. دارم خودم را با جدیت آماده می کنم، چون در چنین انتخاباتی جدیت ضروری است و من در آن حاضر خواهم بود. میشل بارنیه، ممنون.